سیمافکر.تیوی. شما چه از موضع مدرنیته سنت رو نقد کنید، چه از موضع دفاع از سنت بگید مدرن و مدرنیته فحش بدی، در هر دو صورت داری در زمین اونا بازی میکنی. اینو دقت کنید، داری تو زمین اونا بازی میکنی. سوال ما چه کنیم با این مغالطه سنت و مدرنیته که یه عالم از مفاهیم علمی عقلی ارزشی رو همینطور علیکی مجانی از عرصه علم و بحث و آکادمی ریخ بیرون تحت عنوان سنتی، که اصلا بحثش هم نکنیم، از اینا خارج از عرصه علمه. آقا جون اول ثابت کن علم چیست، تعریفت بگو، دلیلت بگو، بعد بگو که بعد ثابت کن اینا خارج از عرصه علمه. نه دیگه، وقتی گفت سنتی و مدرن احتیاجی به این استدلال ها و اثبات ها نیست، به جای همه این برهان ها بگو سنتی و مدرن. به عنوان یک فحش، سنتی یک فحش. اونایی هم که آمدن از لج مدرنیته گفتن که گور پدر هرچی مدرنیته و حرف مدرن و ابزار مدرن و کار مدرن و اینا هم تو زمین اونا دارن بازی میکنن. اصلا آقا ما تقسیم کهنه و نو یا سنتی و مدرن یا چه و چه اینجور تقسیم ها ما نداریم تو فرهنگ اسلام، فرهنگ قرآن و روایات. ما تو تقسیمات اسلامی، تقسیم حق و باطل تو حوزه نظر، یعنی آیا حقیقت دارد یا حقیقت ندارد، هست یا نیست. حق یعنی اون چه که هست، حقیقت یعنی چی؟ به عربی، به فارسی یعنی ثابت. حق اون چه که ثابته، واقعی است. باطل اون چه که واقعیت ندارد، یا واقعیت دارد یا ندارد، یا معقول هست یا معقول نیست. تو حوزه مشروعیت با استناد حکمت عملی به حکمت نظری میگی یا این نظام حق و تکلیف هست، دلیل داری براش یا نداری. نظام حق و تکلیف حلقه وصلی داره با نظام هست و نیست، باید نباید، با هست و نیست. وقتی حلقه وصل که بعضیا فکر میکنن دنبال یک لفظ باید بگردن، گفتن آقا اونو اصلا هیوم اصلا مشکلش همین بود دیگه، آقا اون هسته، این باید چجوری هزار تا هست پشت سر هم بچین، کی تبدیل میشه به باید؟ این نمیفهمه که آقا شما تو ابزار، تو علیت در امور طبیعی هم همینجوری حرف بزن. 100 درجه گرم شدن آب علت جوشیدن آب است. خب حالا اگر آب جوشیده میخواهی باید آب را 100 درجه بجوشانی، اگر نمیخواهی نجوشان. این ای تو حوزه اخلاق بگو، اگر سعادت را میخواهی ها باید عمل الف را انجام بدهی، عمل ب را ترک کنی، اگر نمیخواهی نکن. متو چون انسان به طور طبیعی و فطری حب ذات و حب سعادت و کمال داره، هر انسان عاقل متعادلی ازش بپرسی نجات و سعادت خودش رو میخواد، طبیعتاً این جمله شرطیه تبدیل میشه به یک جمله ضروری، یک گزاره ضروری که علت و معلول روشنه. علت اینه، معلول اینه. چون چی میخوای؟ بگو چی میخوای تا بهت بگم چه بکن. بگو چی میخوای تا بهت بگم چه بکن. حالا اینو متفکران اسلامی گاهی به عنوان ضرورت بالقیاس اسپردن، بعضی به عنوان ضرورت بالغیر با یک تعبیر دیگه اسپردن. من بکنم وارد این بحث الان نمیخوام بشم. خب اولین آسیب شناسی مراقب باشیم. ما میخواییم با اون چه که تحت عنوان جریان فکری مدرنیست تو علوم انسانی مطرح شده، به اصطلاح میخواییم در برابر اونا صفبندی کنیم، توی این چاه و چاله نیفتید. نه مدرن غرب زدگی به اسم مدرن زدگی، نه ستیز با ارزش هایی که تو فرهنگ اسلامی هست، تو فرهنگ غیر اسلامی هم هست، ستیز با اونا، علج اینا. اصلا ما لج و لج بازی نداریم، نه مرید بازی داریم نه لج بازی. این جریان های غرب زده ما تو عرصه علوم انسانی مرید و مراد بازی هست، اینا اهل تفکر نیستن، اینا مرید هست، اینا فقط ترجمه زده هست، اینا قدرت تولید علم ندارن، فقط قدرت تولید مثل دارن. تو دانشگاه های ما تولید مثل میشه، تولید علم نمیشه که تو حوزه علوم انسانی. هی آدمای مثل خودشون تولید میکنن. خب
از اون طرف شروع کنی بگه حالا که شما این حرفا رو زدید، شما ما هر چی میکشیم از مدرنیته میکشیم، بعد شروع کنی با یه عالم گزارهایی که اصلا اگر مدرنیته و سنت و غرب و شرق نبود این گزارها درست بود، این گزارها معقوله، اسلامیه، درسته. علج اونا خیلی از این گزارها و مفاهیم و ارزشها رو و ابزار رو تحت عنوان که اینا ابزار مدرنه بذاری کنار. این دوستانی که بعضی دوستانی که دوچار مدرنیستا، دوچار رعب مدرنیزم، این جریانای مدرن ستیز مطلقم، دوچار فوبیای مدرنن، مدرن فوبیا، یک حالت آقا مواظب باشین چه وقت چیز مدرنی نباشه که الان ما نجس بشیم، آلوده بشیم. آقا به مدرن و سنتی چیه؟ یا ابزار است یا افکار است. افکار حسابش روشنه در اسلام، منابع معرفت رو نگاه میکنی با کدوم منبع معرفت با کدوم روش یا اثبات میشود یا اثبات نمیشود. ما اتفاقا به واقع بینترین مکتب اسلامه. طرف آمد گوش کنین یه حرفا رو، با هم حرف نزنیم منو گیج میکنیم. طرف آمد پیش امام رضا علیه السلام گفت آقا ما گاهی شک میکنیم حرفامون جایی میدیم، اینا مخالف زیاده، مسخره میکنن فلان. حضرت رضا فرمودن که خب این نوع واکنشی که مقابل شما نشون میدن تأثیر داره در اینکه شما خودت به چی رو باور داری و چی رو نداری. اگه تأثیر داره مشکل در شخص جنابالیه، برو باورهاتو درست کن. اگه تأثیر نداره شما فقط به عنوان اینکه حالا چطور کار کنم که تأثیر کار من بیشتر بشه در این حد به واکنش دیگران توجه کن، نه بیشتر از این. مثال تعبیر حضرت رضا خواهش میکنم گوش کنین. فرمودن اگه تو دست تو مروارید باشه همه بگن پهنه، سرگینه، آیا در واقعیت تغییری حاصل میشه؟ گفت نه. امام رضا فرمودن اگه تو دستت پهن باشه بهت بگن مرواریده اتفاقی میفته، جدیدی میفته؟ گفت نه. بعد فرمودن حضرت رضا علیه السلام بهش فرمودن که یا یونس اول تکلیفتو با خودت روشن کن، اول بفهم تو دست تو پهنه یا مرواریده، اول تکلیفتو با خودت روشن کن، پهنه یا مرواریده. خودت وقتی تکلیف خودتو فهمیدی بعد میتونی تکلیف دیگران رو هم تعیین کنی، ولی وقتی با خودت مشکل داری نمیتونی. عرض من اینه، چه با پیش فرض مدرنیستی چه با پیش فرض ضد مدرنیستی، با هیچ کدوم از اینا وارد مباحث معارف اسلامی و علوم انسانی نشید. ملاکات اسلامی ببینین چیه. اسلام میگه وحی، عقل، تجربه، شهود، هر کدوم در سطح خودش، اینا منابع معرفت هست. هر چی که با این منابع معرفت قابل احراز و اثبات است مرواریده، دیگه پهن نیست. اون وقت اگر یک غیر مسلمانی همین رو به کار برد، یه سکولاریست، یک مارکسیست، یک فاشیست، یک لیبرالیست، یک لامذهب، یک همجنسباز، اگه اونم این جمله رو به کار برد، ما از لج اون میگیم که او این گزاره نجسه، این گزاره سکولاریستیه. برای چی؟ برای که اون سکولار، سکولاریستی، سکولاریست بود، اینو گفت. این ابزار، ابزار شرکه. چرا؟ چون اون مشرک بود. ما راجع به افکار و راجع به ابزار وضعیتمون روشنه در فرهنگ اسلامی. آقا هر حرفی میزنید براش دلیل اسلامی بیارین، همطور رو هوا حرف نزنید. بعضی تحت عنوان دفاع از سنت اسلامی یک چیزایی میگن که واقعا تو مفاهیم تو منابع اسلامی نیست حرفا. من به شما بگم از موضع منتقدین غربی مدرنیزم به مدرنیزم حمله کردن خودش غرب زدگی است، یه غرب زدگی دیگر است، چون غرب خودش رو خیلی نقد کرده. از موضع غربی، غربی رو نقد کردن یه نوع دیگه غرب زدگی است. من نمیخوام بگم اصلا به غربی شرقیش کار داشته باش، غربی چه مدرنیستش چه ضد مدرنش حرفای حساب دارن. او حرفای حساب با ارزش‌های اسلامی و معارف اسلامی هم قابل جمعه. اگه یک غیر مسلمانی گفت دو دو تا چهار تا که ما نمیگیم نه خیر، چون تو گفتی دو دو تا چهار تا، این دو دو تا پنج تا بس. من باید بگم چون این فرقی باید بین من و تو باید باشه. تو ابزار و افکار، در باب ابزار اسلام نگاهش روشنه. اگه ابزار بر تو مسلط می‌شود، افکار تو رو تغییر میده، باید ثابت کنی واقعا چون این چیزی هست. اگر بود به همان اندازه تکلیف میدون که چه موضعی بگیری در برابر چه ابزاری. اگه بگی دست ما نیست، در اختیار ما نیست، خیلی خوب، مضطری، مجبوری، مثل همه وقتهای دیگه.
اگر بگی نه او یک بخشش در اختیار ما هست، در دسترس ما هست، اونجا تکلیفت باز روشن. ابزار آلات به تعبیر فقهی آلات مشترکه یا غیر مشترکه، هر کدوم حکمش روشنه. این در باب ابزار، در باب افکار هم همینطور. ما به افکار کار نداریم، این افکار از دهان، از زبان یا قلم کی صادر شده. ما نگاه میکنیم این افکار آیا پهنه یا مرواریده، با مفاهیم اسلامی سازگار است یا سازگار نیست، ولو از دهان یک غیر مسلمانی آمده باشه. خب پس یکی مغالطه سنت و مدرنیته که از دو طرف ممکنه توش بیفته، از هر دو جهت مانع میشه که شما تولید نظریه بکنی به عنوان علوم انسانی اسلامی. یکی مدرنیسم و غرب زدگی و رعب غربه که الحمدلله این رعب شکسته و داره میشکنه. یکی فوبیاست که آقا مواظب باش یه چیزی بگی که تو هیچ کدوم از کتابای اینا نوشته نشده باشه. اگه توی کتاب یکی از اینا نوشته شده بود یا دیده شد، این غرب زدگیه. نه، هر دوش مراقب باش. من سکوت میکنم، دوستانی که میخوام با هم صحبت کنم صحبت کنم، بعد شروع کنم. یک صلوات بفرستین. دوستانی که نظری دارن بعد عرایض من بنویسن یا بگن صحبت کنیم. وسط صحبت خواهش میکنم صحبت نکنیم با هم. پس مراقب باشید کلیشه سازی، افراط و تفریط در این قضیه نشه. نگاه اسلام به مفاهیم ارزشی، اخلاقی، مباحث حقوقی، مباحث عقلی، مباحث تجربی، جدای از این که تحت عنوان سنت و مدرنیته چی گفتن، جدا از روی یک ملاکای ما داریم. اگه با بعضی از اونا سازگار آمد، آمد که آمد، چه بهتر. نقاط مشترکی پیدا کردیم با سنتیاشون یا مدرنیستاشون یا پست مدرناش، چه بهتر، حرفای ما رو بهتر میفهمن. پیدا نکردیم، مهم نیست برامون. دنبال تغییر دیدگاه خودمون نیستیم که مدرنش کنیم یا سنتیش کنیم. دنبالی هستیم که چگونه با او حالی کنیم که ما با هم چه مشترکاتی و چه افتراقاتی داریم. زبان مشترک باید پیدا کنیم، اما لزوماً جهت مشترک نباید ما تعهد داشته باشیم به جهت مشترک، ولی زبان مشترک لازمه. پس این مغالطه اول و آسیب اول. دوم، مسئله علوم انسانی غربیه. ما چیزی به نام علوم انسانی غربی یک دست نداریم. اینم یک کاری بود که این جریان درست کردن که بگن آقا ما دو تا جبهه یک پارچه داریم، یک جبهه یک پارچه که همش علم است و او علوم انسانی غربی است، یک جبهه یک پارچه هم داریم جبهه مذهب و اسطوره و سنت و ایدئولوژی. اینم مراقب باشید چه به عنوان دفاع چه به عنوان حمله تو ایدام نیفتید. مغالطه وحدت و کثرت در حوزه علوم انسانی غربی. جبهه مقابل ما یک جبهه کاملا آشفته است، مطلقا یک پارچه نیست. ما چیزی به نام جبهه منسجم علوم انسانی غربی که از یک قرارگاه واحدی داره هدایت و مدیریت میشه نداریم. جبهه به شدت متشتت و پراکنده است، پر از تناقضه. هر مکتبی که آمده آمده برای رد و مکتب دیگه. اولا علم علوم انسانی نیست، بیشتر اینا همه مکاتب علوم انسانی هست. شما تو روانشناسی میری میبینی مکاتب روانشناسی، درسته؟ نه، تو جامعه شناسی مکاتب، علوم سیاسی مکاتب، اقتصاد مکاتب مختلف، تعلیم تربیت مکاتب مختلف، روانشناسی مکاتب مختلف. و این مکاتب هم با هم پر از تناقضن، هم متشتتن و آمدن برای رد هم دیگه. این اگه این واقعیت رو نفهمی، اولا میترسی، میترسی جرأت نظریه پردازی تو از دست میدی. آقا یک جبهه علمی واحد مشترک منسجم با متدولوژی واحد با نگاه واحد توصیه، این حرفا کدومه؟ هیچ خبری نیست. این رو کسایی میفهمن که رفتن پشت جبهه دشمن. یعنی وقتی کسی نفوذ بکنه گشت شناسایی مثل زمان جبهه، از خطوط اینا رد شه بره پشت جبهه، ببینه اصلا قرارگاهی وجود نداره، اینا همه داغونه، این او رو قبول نداره، او این رو قبول نداره. اینو من نمیدونم چرا خود ما هم به این قضیه دامن زدیم، خودمون رو بیشتر ترسوندیم. اصلا چیزی به نام اردوگاه علوم انسانی غرب وجود نداره.
اینا در یه چیزای مشترکن که آقا دین رو باید بذاری کنار، دین منبع معرفت نیست، در این چیزاش مشترکن. در اینش مشترکن که وحی منبع حقانیت و معرفت نیست، شریعت هم منبع مشروعیت نیست. یعنی ما نه حقانیت در عرصه نظر را، نه مشروعیت در عرصه عمل را از خدا و وحی نمیگیریم. در این مشترکه. در بقیه چیزا، در همه چی اینا اختلافی هن. در این که ما خدا و معاد رو مبنای جامعه سازی و سبک زندگی قرار نمیدیم مشترکه. در این که چی رو مبنا قرار میدی اصلا اتحادی وجود نداره. خب من اصلا عقیده می که یکی از کارهایی که شما اگر بتونید، یک من اگر جوان بودم یکی از کارهایی که حتما میکردم این بود، با 100 نفر نیرو تناقضات اینا رو تو هر رشته حتی درون هر مکتب در میاردم. حتی یک حلقه واحد، یک حلقه واحد تو روانشناسی چقدر تناقض تو حرفش. بعد تناقضای هر کدوم 20-30 نفر اینا آدمای اصلی دارن، این 20-30 نفر رو تناقضاشو برید دقیق حرفای مهمی که هیچ وقت استدلال براش نکردن برید در میارید. وقت معلوم میشه نه علم علوم انسانی همش، نه علوم انسانی غربی واحدی وجود داره، پر از تناقضه، پر از تشتته. یکی از کارهایی که اگه بشه خیلی مهمه در سطح جهان جواب میده اینه که خودشون رو چجوری رد کردن. یعنی هر مکتب مکتب دیگر رو چجوری زیر سوال برده، از اساس گفته تو مزخرفی، علمی نیستی، مزخرفی. همشون هم اینا با ادعای علمی بودن آمدن تو میدون، گفتن دوران متافیزیک و سنت و دین و اینا گذشته، دوران علمه، ما علمی حرف میزنیم. همه هم آمدن همدیگر رو مسخره کردن. این تضادهای درونی تو اردوگاه علوم انسانی غرب رو مسئله دومه. بنابراین این که به چه معنا علوم انسانی غربی درست معنا داره، به چه معنا معنادار نیست. به یک معنا مفهومه، به یک معنا اصلا نیست. نباید ترسید و چیز شد. بسیار جبهه شکاف داره، خیلی شکاف داره. سه، مغالطه حقانیت و کارآمدی است در عرصه علوم انسانی. تفکیک اینها از هم آیا درست است یا نه، یکی از جایی که ما باید مراقب باشیم. بالاخره علوم انسانی اجتماعی در قرن 19 و 20 به طور خاص برای چی اومده اصلا در غرب متولد شد؟ اما چی کار بکنه؟ چه خلایی رو میخواست پر کنه؟ اینا گفتن تا یک حدی، تا یک وقتی ما بنابری بود که بحث دینی میکردیم تو مسائل انسانی، یعنی دین رو تو مسائل جامعه سازی و سبک زندگی و اینا که موضوع همه علوم انسانی علوم اجتماعی همین هست دیگه، یکی از بعد اقتصادش میپردازه، یکی از بعد تعلیم تربیتش، یکی از بعد علوم سیاسی و مقوله قدرت و مشروعیت داره به انسان و جامعه نگاه میخواد بکنه، یکی از بعد روانشناسی شخصی، یکی از بعد رفتارشی، چی از ابعاد مختلف میخوان راجع به همین انسان فکر کنن، تصمیم بگیرن. اصلا علوم انسانی اجتماعی به شکل آکادمیک تو قرن 19 در اروپا چرا شکل گرفت؟ چون گفتن آقا ما بالاخره میخوایم جامعهمون رو بسازیم، مشکلاتمون رو حل کنیم یا نه. دین رو که قبول نداریم، ما از مسیحیت عبور کردیم، دیگه نمیتونیم بهش برگردیم. حتی مسیحیت را به عنوان مذهب شخصی هم باید دستکاری کنیم، چون پروتستانتیسم مسیحیت سکولاریزه شده و دستکاری شده است دیگه. البته نقش مهمی هم تقابل اروپا و غرب با جهان اسلام تو جنگ‌های صلیبی و اواخر قرون وسطا این خیلی نقش داشت در فروپاشی اتوریته پاپ و خیلی نقش داشت در تولد پروتستانتیسم، منتها این نقش مستقیم نبود. ولی گفتن آقا ما که دیگه نمیتونیم، که ما حتی دین به عنوان شخصی رو هم به عنوان یک دین اصلاح شده رو میتونیم بپذیریم که زمامش دست ما باشه، ما در اختیار دین و متولیان دین نباشیم، او دین در اختیار ما باشه، ما هی قبض و بست بهش بدیم، ما مدیریتش کنیم طبق منافعمون، ما بگیم کجات قبوله با چه تفسیر، کجات اصلا قبول نداریم، کجات رو تغییر میدیم دین رو، کجا رو اصلاح میکنیم مسیحیت رو، کجا رو اصلا نمیپذیریم، کجا هم چند قرائتش میکنیم، اختیارشو میدیم دست هر کسی که هر طور میخواد. خب به لحاظ دین شخصی، به لحاظ تمدن سازی و سبک زندگی هم اجتماعی تو عرصه پابلیک، امور پابلیک هم گفتن که دیگه دین، ما از مسیحیت عبور کردیم، به هیچ شکلی از مسیحیت و مذهب دیگه نمیتونیم برگردیم. چه کار کنیم؟ بشینیم خودمون بحث کنیم، ببینیم بالاخره انسان که خدا و آخرت اینا که هیچ،
ببینیم انسان که زندگی چیه، بعد بر اساس این حقوق بشر رو تعریف کنیم، وظیفه رو تعریف کنیم، مناسبات عینی اجتماعی اقتصادی سیاسی رو تعریف کنیم، بگیم تعریف قدرت چی باشه، مشروعیت رو خودمون تعریف کنیم، اینا مجموع این وضعیت این علوم انسانی رو به وجود آورد دیگه، درست یا نه؟ یعنی در خلأ شریعت الهی دست نخورده وحیانی که اگه وقتی شریعت باشه شما در حول وحی شروع می‌کنی به اندیشیدن، وقتی که اون وحی وجود نداره شما در حول نفس خودت، نفسانیت بشر و منافع دنیوی شروع می‌کنی به اندیشیدن. به دین نگاه ابزاری میشه، به اخلاق نگاه ابزاری، به نبوت نگاه ابزاری، همه چی ابزاری میشه در خدمت منافع دنیوی. اصلا سکولاریسم سرش همینه دیگه. سکولاریسم که نمیگه اخلاق نباشه، دین نباشه، هیچی نباشه. سکولاریسم میگه همه اینا باشه ولی در خدمت منیت دنیوی من. ولی باشه، موعظه، اخلاق، کلیسا، مسجد، همه چی لازمه. من وتو میکنم، من تعیین میکنم، نه بر مدار عقلانیت نه وحیانیت، بر مدار نفسانیت بشر. عقل اگه میاد عقل ابزاری است فقط، نه عقل اهدافی نیست، عقل در حوزه اهداف نه، عقل در حوزه ابزار فقط. خب یه عده گفتن حقانیت از کارآمدی، بخش مهم مبنای بسیاری از نظریه پردازیات علوم انسانی در غرب این بود که حقانیت و کارآمدی یک کاسه نیستن. اولا که به تدریج رسیدن به اینجا که اصلا حقانیت یعنی چی، اصلا ما به حقانیت چه نیازی داریم. پراگماتیست ها گفتن حقانیت همان کارآمدی است، کارآمدی هم حل مشکلات دنیوی است، حقانیت مستقل از منافع محسوس قابل محاسبه و قابل ارزیابی نه معنا دارد نه فایده. یه عده دیگه گفتن اصلا حقانیت قابل احراز نیست، اصلا حقانیت یک مقوله متافیزیکه. حقانیت یعنی چی؟ حق و باطل یعنی چی اصلا؟ ما دیگه چیزی به نام حق و باطل کم کم اینا اصلا نداریم، ما مفید و مضر داریم نه حق و باطل. اینم مغالطه سوم، علوم انسانی مدارش به جای حقانیت، حق و باطل بیاد تو حوزه چی؟ فقط سود و ضرر. سود و ضرر هم محدود به سود و ضرر دنیوی، سکولاریسم یعنی همین. ما فقط محاسبه دنیوی میکنیم، حتی با مفاهیم اخروی، مفاهیمی که شما میگید اخروی است. در علوم انسانی اسلامی یک، حقانیت را و کارآمدی را از هم تفکیک نمی کنیم. دو، هیچ کدام را در دیگری هضم و فانی نمی کنیم. حقانیت و کارآمدی هر دو معنا دارند ولی کاملا مرتبط با هم، دو چیز واقعی و لازم در یک راستا و در طول هم، نه در عرض هم. نه عمل زدگی بدون دقت تئوریک که آقا به مباحث کلام و فلسفه و دین و حق و باطل و این چرندیات رو بذار کنار، ببین مشکلات محسوس تو حل میکنه. اقتصاد اسلامی دینی یعنی چی؟ روانشناسی دینی، جامعه شناسی اسلامی، نمیدونم علوم سیاسی اسلامی. آقا جون تو جامعه مشکلات یه شرق غرب عالم، قدیم جدید، مذهبی باشه یا لایک باشی، مشکل ترافیک داری، مشکل دعوای و مچ اندازی های قدرت داری، مشکل مدیریت ثروت داری، اینا رو باید با دو تا چهار تا فرموله محسوس و قابل آزمون، آزمون حسی دنیوی مسئله حل کن. حالا که تو ایدئولوژی چیه، دین چیه، اینا مسئله شخصی خودت که داری از چه زاویه‌ای به عالم نگاه میکنی، چه چشم اندازی داری، چشم اندازت به در مال خودت، مشکل رو حل کن. یه عده تو دام عمل زدگی بدون دقت تئوریک افتادیم، یه عده هم به اسمی که آقا کارآمدی مسئله سکولاره، ما مسئله ما مسئله فقط حقانیته، افتاد تو توی دالان تاریک ذهن زدگی بدون توجه به مشکلات بشر. و بعد بشر معطل تو نمیمونه که تو میخوای های حقانی. آقا تمدن اسلامی یک جوری تعریف میکنه که به حضرت عباس امام زمان هم نمیتونه اجراش کنه. با بعض دوستان یه وقت صحبت میکردیم گده، که آقا تمدن اسلامی میدونی چی جوریه؟ شروع کرد سلول سلول. گفتم ببین تقریبا 2 میلیارد فرمول الان تو ادعا کردی هست، این فرمولا رو امام زمان هم اجرا نخواهد کرد، پیغمبراش که اصلا نکردن. اصلا ما چیز تمدن سازی شروع از صفر نه معنا داره نه امکان داره، نه معنا داره نه امکان داره. امام زمان عجل الله فرجه الشریف هم بیان از صفر شروع نمی کنن، مثل تعمیر کشتی رو اقیانوسه،
نمیتونه بگید جامعه بشری زندگی تعطیل، همه فریز شن، همه وایستین، هر کس در هر حالتی هست وایست. حالا من شروع میکنم دوباره یک چیز از صفر رو میکنم، حالا همه شروع کنیم دوباره به زندگی، یک تمدن، یک مرتبه فلان. اینجوری نیست که. کدوم پیغمبر اینجوری عمل کرده؟ پیامبران در مرکز فساد و گناه، در مرکز انبوه تو مرداب شرک و فساد آمدن اصلاح کردن. امام زمان هم همین کارو میکنه نسبت به اون تمدنی که بود، تمدن مشرکانی که بود، احکام خمسه بار بود. بعضی از نهادهای اجتماعی، بعضی از مفاهیم و ارزش‌ها رو گفتن اینا درست اسلامی توحیدیه، تایید کردن، تقویت کردن. بخشیشو گفتن که اصلاح کنیم، اصلش درست، اصلاحش باید بکنیم. بعضی‌ها رو گفتن کلاً باید تعطیلش کنیم. بعضی هم نهادهای جدید تأسیس کردن. همه این کارا رو کرد، پیامبران همه این کارا کرد، به خصوص اونایی که توانستن تمدن سازی بکنن، مثل حضرت موسی و مثل پیامبر اکرم. امام زمان هم همین کارو خواهد کرد. وقتی بحث حقانیت و کارآمدی و اینا رو میگی، یه جوری تعریف نکن که تهش معنیشی باشه که آقا نمیشه تمدن اسلامی ساخت، چون اینایی که گفتی همش خواب و خیال و افسانه بود.